بله، آخوندها تا به حال برای سرکار گذاشتن نیروهاشون به راه‌های مختلفی متوسل شدن، از دروغ درمانی که آمارهای پوشال در مورد پیشرفتاشون میدن تا امید درمانی یا وعده درمانی که با وعده‌های پوشال اونا رو منتظر نگه میدارن. حالا هم که به نتیجه نرسیدن به ترفندهای جدید رو کردن، کمک مشروط خدا. شما یار خدا باشید، خدا یارتونه، این وعده خداست. منتها وعده مشروطه. یاری خدا یعنی چی؟ حجت خدا رو یاری کردن. حجت خدا یعنی چی؟ ولی فقیه حجت من امام زمان بر شماست. او ولی فقیه رو تعیین کرده. بنابراین یاری حجت شرعی یاری خداست. خدا وعده داده. معنای این وعده هم آن است که شما حجت شرعیتون رو تنها نگذارید، یاری خدا حتمی است. بله، پاستورم که با آخونده هماهنگ کردن همین ترفند رو به کار گرفتن. خداوند خودش مقرر کرده است که اگر بندگان من به دنبال انجام تکلیف بروند، پای کار ششدنگ بروند، با اخلاص بروند، با صدق بروند، بر من هست که اون روار رو انجام بدهم و تحقق ببخشم و بهترین نتیجه رو برای بندگانم رقم بزنم. همه ما، همه مردم، همه نهادهای انقلابی، دولت و همه باید پای کار برویم و به تکالیف خود عمل بکنیم. بهترین نتایج رو خدا رقم میزند. بله، تفاوت این وعده با وعده های قبلی اینه که حواله میدن اون رو به خدا، اونم به صورت مشروط، و بعدم طلبکار نیروهاشون میشن که چون شما به وظیفتون عمل نکردین و از خامنه ای حمایت نکردین، این وعده ها محقق نشده.